سلام. سلام علیکم. شیوع ویروس کرونا باعث فوت میلیون ها نفر در سراسر جهان شد و ادارات بهداشت را در همه کشورها دچار شوکه و بحران کرد. دستکش های یک بار مصرف طبی و ماسک حتی برای کادر درمان به اندازه کافی وجود نداشت. از آن بدتر نبود مواد شیمیایی اولیه برای تهیه داروی مورد نیاز بود. معمولا مواد اولیه را کمپانی های دارویی به خاطر ارزان بودن از چین وارد می کردند و کشور چین در حالت اضطراری شیوع کووید 19 اولویت را به خودش داد و از فروش آنها به کشورهای دیگر خودداری کرد. این واقعه درس بزرگی به مدیران کمپانی‌های دارویی و ادارات بهداشت کشورها داد که نمی‌توان چشممان به دست دیگران باشد. همانطوری که می‌دانید یکی از معضلات بزرگ در کشور ما ایران به خاطر وجود منحوس رژیم ولایت فقیه و مافیای دارو کمبود و نایابی دارو در ایران است. به گفته مقامات وزارت بهداشت رژیم بیش از 100 قلم داروی مهم و حیاتی در ایران پیدا نمی شود و یا کمیاب است. بهداشت و درمان در کشور تحت سلطه رژیم در شرایطی بسیار نامناسب و اسفناک است. به این خاطر می خواهم به چند نکته در این مورد اشاره کنم. بهداشت و درمان از اهمیت زیادی در هر کشوری برخوردار است و نقش اساسی در توسعه و رفاه جامعه ایفا می کند. دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب باعث افزایش کیفیت زندگی افراد می شود. مردم سالم می توانند بهتر کار کنند، آموزش ببینند و در فعالیت های اجتماعی شرکت کنند. میزان مرگ و میر نوزادان و بزرگسالان کاهش یافته و امید به زندگی افزایش می یابد. نیروی کار سالم و قوی از الزامات توسعه اقتصادی است. کارگران سالم بهره‌وری بیشتری دارند و هزینه‌های اقتصادی ناشی از بیماری‌ها کاهش می‌یابد. بهداشت عمومی قوی به مقابله با بحران بهداشتی مانند پاندمی‌ها کمک می‌کند و امنیت ملی را تقویت می‌کند. دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای همه افراد جامعه بدون توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی یکی از اصول اساسی عدالت اجتماعی است. با توجه به نکاتی که اشاره شد، سرمایه گذاری در بهداشت و درمان از اولویت‌های اصلی هر دولت باید باشد تا توسعه پایدار و رفاه عمومی تحقق یابد. متأسفانه به خاطر وجود رژیم جنایتکار فاشیسم دینی در ایران مشکلات بسیار جدی در سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارد. کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ساختار مدیریتی ناکارآمد و وجود مافیای دارو، تجهیزات و زیرساخت‌های ناکافی، دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی و درمانی، فساد و سوء مدیریت چند مورد از مشکلات سیستم فاسد بهداشت و درمان در ایران است. با توجه به ساختار رژیم جهل و جنایت ملایان هیچ راه حلی برای بهبود معضلات موجود در جامعه من جمله بهداشت و درمان وجود ندارد. تنها راه رهایی سرنگونی رژیم جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک جمهوری دموکراتیک سکولار با جدایی دین از دولت می باشد. با تشکر.